بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. آغاز مراسم عزاداری فاطمیه در کربلا. کارزار خانه به خانه دولت تاجیکستان برای مقابله با پیوستن جوانان به داعش. استفاده از کار اجباری اویغورها در صنعت داروسازی جهانی. و چالش‌های کامیونداران ایرانی در دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا. وقت شما بخیر. مراسم عزاداری فاطمیه در شهر مقدس کربلا بر اساس روایت 40 روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز شد. عزاداران با حضور در حسینی‌ها و مساجد به یاد مظلومیت حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها مجالس عزاداری برگزار می‌کنند. مردم شهر مقدس کربلا با ابراز تسلیت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و مراجع تقلید بر اهمیت برپایی این مراسم تاکید کردند. مجالس فاطمیه بر اساس توصیه های اهل بیت علیهم السلام و تاکیدات آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی برگزار می شود. حرمین شریفین امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام سیاه‌پوش شده و آماده استقبال از دسته‌های عزاداری هستند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. رسانه‌های سعودی گزارش دادند که بارش شدید باران در منطقه مشعر منا در مکه باعث جاری شدن سیل شده است. این منطقه که برای زائران حج اهمیت مذهبی دارد تحت تأثیر بارندگی ها قرار گرفته، اما هیچ خسارت جانی یا مالی ثبت نشده است. مقامات سعودی به شهروندان هشدار دادند که از اماکن خطرناک دوری کرده و فقط در مواقع ضروری از خانه خارج شوند. مسجد ملک صالح ایوب در منصوره مصر با خدمت 775 سال تنها اثر باقی مانده از دوره ایوبیان در این شهر است. اطلاعات متناقضی درباره سازنده آن وجود دارد. برخی آن را به سلطان صالح ایوب و برخی به هواداران او نسبت می دهند. مسجد در حادثه بمبگذاری سال 2013 میلادی آسیب دید و پس از مرمت مشخص شد که در فهرست آثار باستانی ثبت نشده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که سودان جنوبی اکنون میزبان بیش از نیم میلیون پناهنده در 30 نقطه عمدتاً در کمپ‌های مابان، جامجانگ و دوویل و گورم میباشد. این رقم از 2023 دو برابر شده و تأثیر بحران در منطقه را نشان می‌دهد. ماری هلن ورنی تأکید کرد که توقف درگیری در سودان تنها راه حل این وضعیت است. موفقیت حزب راست افراطی آزادی FPO در انتخابات اتریش باعث نگرانی مسلمانان از اخراج احتمالی شده است. رهبران مسلمان هشدار دادند که سیاست این حزب در اخراج مهاجران ممکن است به قانون تبدیل شود. حزب آزادی قصد دارد مهاجران غیرقانونی را اخراج کرده و مرزها را به روی پناهجویان ببندد. پارلمان اروپا روز گذشته با اکثریت قاطع قطعنامه اضطراری درباره آزار و اذیت اویغورها توسط چین تصویب کرد. این قطعنامه چین را به آزادسازی فوری بازداشت شدگان از جمله الهام تورتی و گلشن عباس ملزم می‌کند و اقدامات چین را
جنایت علیه بشریت و خطر نسل کشی می داند. دولت چین این اتهامات را رد کرده است. حرف بین الملل اعلام کرد که قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل نتوانسته به بحران حقوق بشر در افغانستان پاسخ دهد و طالبان به سرکوب حقوق مردم ادامه می دهد. این سازمان هشدار داد که کاستی های موجود در این قطعنامه فعالان مدنی و زنان مدافع حقوق بشر را ناامید می کند. سازمان ملل درخواست نمایندگی افغانستان برای اعاده حق رأی این کشور را رد کرده و افغانستان به مدت یک سال دیگر از این حق محروم می شود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان، این تصمیم را به ملاحظات سیاسی کشورهای منطقه نسبت داد، اما نامی از هیچ کشور خاصی نبرد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌های طالبان به ویژه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر مشکلات روحی و روانی زنان و دختران را تشدید کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان گفته که از هر 5 نفر در افغانستان یک نفر از مشکلات شدید روانی رنج می‌برد و آمار بیماران روانی 40-50% افزایش یافته است. گزارش انجمن هیومانا نشان می‌دهد که تجارت پوشاک دست دوم تاناکورا می‌تواند به رونق اقتصاد آفریقا و اروپا کمک کند و در عین حال به کاهش تغییرات اقلیمی نیز کمک نماید. این بازار که از دهه 70 رشد کرده، اکنون به مردم این قاره و این قاره‌ها اجازه می‌دهد تا با خرید لباس‌های دست دوم برای خرید خانه یا راه‌اندازی تجارت خود پسنداز کند. سازمان ملل اعلام کرد که پس از کمپین پایان دادن به بی‌تابعیتی، بیش از 500,000 نفر تابعیت دریافت کردند. آژانس پناهندگان بی‌تابعیتی را نقض بزرگ حقوق بشر دانسته و 20 کشور قوانین خود را بهبود بخشیدند. با این حال هنوز افرادی به دلیل تبعیض‌ها و نقض قوانین تابعیت ندارند. روز جهانی بینایی برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت سلامت چشم برگزار می شود. در آفریقا حدود 100,000,000 نفر با مشکلات بینایی مواجه هستند. جامعه نابینایان به 3 چالش اصلی اشاره می کند. مقابله با انگهای اجتماعی، تضمین ارث خانوادگی و یافتن شریک عاطفی. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی‌های گازدار و قهوه احتمال سکته مغزی را 22% افزایش می‌دهد. در مقابل چای می‌تواند نقش محافظتی ایفا کند و مصرف روزانه 3-4 فنجان چای سیاه ساده خطر سکته را 29% کاهش می‌دهد. همچنین مصرف بیش از 7 لیوان آب در روز این خطر را 18% کاهش می‌دهد. دولت تاجیکستان با راه اندازی کارزاری خانه به خانه در استان ختلان به مقابله با پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی مانند گروه سنی‌های تندروی داعش خراسان پرداخته است. این اقدام پس از افزایش نگرانی‌ها از جذب شهروندان تاجیک در صفوف این گروه‌ها به ویژه در حین کارگری در روسیه انجام می‌شود. هدف این کارزار آگاهی بخشی به خانواده‌ها درباره خطرات افراطی‌گرایی و تشویق جوانان به دوری از این گروه است. همکارم در گزارش خود به شرح این رخداد پرداخته که با هم می‌بینیم. دولت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان در پی نگرانی‌های فزاینده از پیوستن جوانان این کشور به گروه‌های افراطی به ویژه گروه سنی‌های تندروی داعش خراسان کارزاری وسیع در استان ختلان و سایر مناطق راه‌اندازی کرده است. این کارزار با استخدام 1,800 نفر برای آگاهی بخشی به مردم آغاز شده که در منازل به گفتگو درباره خطرات پیوستن به گروه‌های تبهکار می‌پردازند.
تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر شهروندانی که در صفوف گروه سنی‌های تندروی داعش جنگیدند، در حین کارگری در روسیه جذب این گروه شدند. در 3 سال اخیر، برخی از شهروندان تاجیکستان در حملات تروریستی مرتبط با گروه سنی‌های تندروی داعش در کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه شرکت داشتند. این کارزار با هدف اطلاع رسانی به خانواده‌ها درباره خطرات افراط‌گرایی و جذب جوانان به گروه‌های تروریستی به ویژه در خارج از کشور انجام می‌شود. مقام‌های محلی همچنین نگران افزایش آمار جوانانی هستند که به گروه‌های افراطی پیوستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که فقر و بیکاری در تاجیکستان به عنوان عوامل اصلی گسترش افراط‌گرایی عمل می‌کند و برای مقابله با این پدیده علاوه بر آگاهی بخشی نیاز به فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز احساس می‌شود. در این راستا دولت تاجیکستان تلاش دارد تا با افزایش آگاهی و حمایت‌های اجتماعی از پیوستن جوانان به گروه‌های تبهکار جلوگیری کند. مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای رئیس‌زاده، چه دلایل اصلی باعث پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های افراطی مانند داعش می‌شود و به نظر شما چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌تواند به جلوگیری از این پیوستن کمک کند؟ تشکر، با سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکاران و بیننده‌های شما. پیوستن جوانای تاجیک به گروه‌های افراطی مانند داعش دلایل پیچیده و که شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی میشن. من کوشش میکنم بسیار به طور خلاصه ای را برای شما بیان بکنم. خب، اما قسمی که شما در گزارش ذکر کردین، تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی هست و بسیاری از جوانان تاجیکی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اینا با وجود بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در تاجیکستان کوشش می‌کنند که به خارج از کشور، از جمله در روسیه منتقل شوند به خاطر کار، که در این محیط‌های کاری خارجی اینها در معرض تبلیغات افراط‌گرایانه قرار می‌گیرند. مسئله دوم، مسئله است که گروه‌های افراطی مانند داعش از شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات آنلاین استفاده می‌کنند برای جذب جوانان جدید. این تبلیغات اغلب به جوانان وعده‌های مالی، جایگاه‌های اجتماعی و معنوی را اینا میتن که ممکن است برای جوانان جذاب باشه. مسئله دیگر، مسئله نبود آموزش در زمینه شناخت خطرات افراط‌گرایی و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در مورد فعالیت های گروه ها نیز از یک دلایل که جوانان در این پیوسته. مسئله دیگر، مسئله ضعف نهادهای دولتی و نبود اعتماد به حکومت میتونه زمینه ساز ناامیدی جوانان و گرایش جوانان به گروه های مختلف مخالف دولت و حتی گروه های افراطی شود. خب، این که برای مقابله از این مشکل دولت چی میتونه و چی باید بکنه، ما چند اقدام کلیدی را میتونم بگویم که میتونه در جلوگیری جوانان به پیوستن به گروه های افراطی مؤثر باشه. یک، دولت و نهادهای آموزشی باید برنامه‌های گسترده‌ای را البته برای آگاهی بخشی در زمینه خطرات افراط‌گرایی و تقویت شناخت جوانان از تهدیدها ایجاد بکنه، که کمپین های خانه به خانه مانند آنچه که دولت تاجیکستان آغاز کرده گام مؤثرتر هست. مسئله دیگر، مسئله از بین بردن بیکاری است که هم مشکل است در تاجیکستان. البته ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان میتونه که مؤثر باشه. خب، مسئله دیگر، مسئله نظارت دقیق‌تر در فعالیت های تبلیغات گروه های افراطی در فضای مجازی و افزایش همکاری بین المللی در این زمینه میتونه به کاهش جذب جوانان از طریق اینترنت کمک بکنه، که دولت تاجیکستان بر اساس موقعیت فعلی که داره و از سمت جنوبی تهدید بیشتری از لحاظ افراط‌گرایی با افغانستان همسایه است، که این هم میتونه برای تاجیکستان یک مشکل باشه. از جانب دیگه با همکار ساختن نهادهای بین المللی میتونه با این مبارزه بکنه. مسئله دیگه، مسئله فراهم ساختن خدمات روانشناسی و مشاوره به جوانان در محیط های کاری خارج از کشور است. مثلا خود روسیه که در روسیه کار میکنن و حمایت از خانواده ها در شناسایی نشانه های افراط‌گرایی میتونه نقش مهمی داشته باشه. در کل میتونیم بگیم که پیشگیری از پیوستن جوانان به گروه های افراطی
نیازمند همکاری میان دولت، مردم و همچنان نهادهای مدنی و جامعه بین المللی. بله، ممنونم. با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. گزارش مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی C4ADS نشان می‌دهد که صنعت داروسازی جهانی به تأمین کنندگان مستقر در سینکیانگ چین وابسته است، جایی که از کار اجباری اویغورها بهره برداری می‌شود. این وابستگی حتی شامل دو آژانس دولتی ایالات متحده آمریکا نیز می شود. قوانین ایالات متحده شرکت‌ها را از استفاده از کار اجباری منع می کند، اما این وابستگی ادامه دارد. کار اجباری بخشی از سیاست‌های سرکوب‌گرایانه چین است که زندگی حدود 12 میلیون اویغور را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اویغورها در اردوگاه‌های بازپروری مجبور به آزمایش‌های پزشکی و مصرف داروهایی می‌شوند که سلامت آنان را به خطر می‌اندازد. رانندگان کامیون ایرانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا با مشکلات جدی روبرو شدند. بسیاری از 60,000 رانندهی که ماهانه در جاده‌های اروپا فعال بودند، خانه نشین شدند یا هزینه‌های بالایی برای عبور از موانع می‌پردازند. صدور ویزا و بیمه برای کامیونداران دشوار شده است و زمان انتظار برای ویزا به بیش از 3 ماه افزایش یافته است. همچنین دسترسی به بیمه بین المللی کارت سبز به دلیل تحریم ها تقریبا غیر ممکن شده است. برخی رانندگان از کشورهای ثالث مانند ترکیه و عراق بیمه می گیرند که هزینه های بیشتری ایجاد می کند. کامیون های ترکیه‌ای به جای کامیون های ایرانی بارهای ترانزیتی را حمل می کنند که بیکاری رانندگان ایرانی را افزایش داده است. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در پی افزایش نگرانی‌ها از افزایش مهاجرت غیرقانونی و فشار احزاب راستگرا، طرح جنجالی ایجاد کانون‌های بازگرداندن در کشورهای غیر عضو را بررسی می‌کنند. این طرح به دنبال تسریع روند اخراج پناهجویان رد شده است و قرار است در نشست وزرای امور داخلی اروپا مورد بحث قرار گیرد. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در پی افزایش نگرانی‌ها درباره مهاجرت و فشار احزاب راستگرا، طرح جنجالی را برای ایجاد کانون‌های بازگرداندن در کشورهای غیر عضو اتحادیه بررسی می‌کنند. این طرح که به دنبال تسریع روند اخراج مهاجران غیرقانونی و پناهجویان رد شده است، روز پنجشنبه در نشست وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد، افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده می توانند به طور موقت در این کانون‌ها اسکان داده شوند تا پیش از اخراج به کشورهای مبدا خود منتظر بمانند. تحلیلگران این طرح را به عنوان پاسخی به انتقادات در مورد سیاست‌های مهاجرتی فعلی می‌دانند که به گفته آنها ناکافی به نظر می‌رسد. همچنین مقامات برخی کشورها به منظور نشان دادن جدیت خود در کنترل مهاجرت، خواهان ایجاد این کانون‌ها در کشورهایی هستند که به عضویت اتحادیه اروپا نزدیک هستند. با این حال، طرح‌های مرتبط با اسکان موقت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا با چالش‌های حقوقی و اخلاقی مواجه است و هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست. در حال حاضر، کمتر از 20% از مهاجرانی که دستور ترک خاک اتحادیه اروپا را دریافت کرده اند، به کشور خود بازگشتند. نگرانی ها درباره بدرفتاری با مهاجران در کشورهای نظیر تونس و لیبی نیز همچنان ادامه دارد. در حمله مردان مسلح ناشناس به یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان، 20 معدنچی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. برخی از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. مهاجمان مسلح کارگران را در یک مکان جمع کرده و به رگبار بستند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
نخست وزیر پاکستان با محکومیت این رویداد تاکید کرد که دولت تمام گروه‌های تروریستی را نابود خواهد کرد. این حمله همزمان با میزبانی پاکستان برای نشست سازمان همکاری شانگهای رخ داده است. بیشتر در انفجاری در نزدیکی میدان هوایی کراچی دو شهروند چینی کشته شدند. طبق داده‌های جدید دولتی، جرایم ناشی از نفرت پراکنی مذهبی در انگلستان و ویلز طی 3 سال گذشته به رکورد بی سابقه رسیده است. این جرایم با 25% افزایش به 10,500 مورد رسیدند. بیشترین آسیب به مسلمانان و یهودیان وارد شده است. وزیر کشور بریتانیا ایود کوپر این افزایش را نشانه ناهنجاری اجتماعی دانسته و بر ضرورت مقابله قاطع با نفرت پراکنی تاکید کرده است. وی همچنین هشدار داد که نباید تنش‌های خاورمیانه باعث افزایش تعصب در بریتانیا شود. رهبران مذهبی خواستار مقابله با تعصب و نفرت در همه جوامع شده اند و تحلیلگران نیز بر اهمیت همبستگی و احترام متقابل تأکید می‌کنند. گزارش سالانه اقلیمی جدید هشدار می‌دهد که وضعیت کره زمین به دلیل بحران‌های اقلیمی به مرحله‌ای بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی نزدیک شده است. این گزارش توسط دانشمندان دانشگاه ایالت اورگان و یک ائتلاف بین‌المللی تهیه شده و بر نیاز فوری بر اقدامات قاطع برای مقابله با تغییرات آب و هوایی تأکید می‌کند. از 35 علامت حیاتی اقلیمی از جمله دماهای بی سابقه در جولای 2024 و افزایش سطح دیوکسید کربن و متان 25 مورد به رکوردهای جدید رسیدند. این گزارش همچنین به ضرورت تغییرات اساسی در سیاست‌های انرژی، آلودگی و اقتصاد اشاره دارد و بر خطر تهدید حیات روی زمین تاکید می‌کند. عربستان سعودی از اعدام یکی از اتباع این کشور به جرم حمل و توزیع و قاچاق مواد مخدر خبر داد. فعالان مدنی معتقدند روند اعدام‌ها در عربستان اثبات کننده این نکته است که حکام سعودی همچنان فعالیت مخالفان سیاسی یا منتقدان و شیعیان این کشور را به عنوان خط قرمز دانسته و آنان را به اتهام‌های واهی مانند تروریست، خشونت، تجاوز به عنف، به اعدام متهم می کنند و احتمالاً اتهام به حمل مواد مخدر نیز از این قبیل می باشد. چند پیش عبدالمجید النمر، افسر بازنشسته پلیس راهنمایی و رانندگی و پسرعموی شیخ باقر النمر به دلیل حمایت از اعتراضات شیعیان قطیف اما با اتهام واهی و دروغین ارتباط با القاعده اعدام شد. محمد امین یلماز معماری که آثار ترکی را در سرزمین‌های امپراتوری عثمانی بررسی می‌کند گفت که مساجد در منطقه بالکان به دلایل سیاسی تخریب یا به کلیسا تبدیل شدند تا هویت مسلمانی و ترک‌ها را از بین ببرند. وی با اشاره به اینکه مساجد و مقبره‌های باقی مانده از امپراتوری عثمانی به ویژه در منطقه بالکان متحمل ویرانی‌های زیادی شده است گفت که حدود 30 ساختمان در اوکراین، گرجستان و ارمنستان نیز به کلیسا تبدیل شده است. یلماز تاکید کرد که در کشورهای منطقه بالکان این دگرگونی و تخریب برای از بین بردن کامل هویت ترک‌ها و مسلمانان در منطقه انجام شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز مراسم عزاداری فاطمیه در کربلا. کارزار خانه به خانه دولت تاجیکستان برای مقابله با پیوستن جوانان به داعش. استفاده از کار اجباری اویغورها در صنعت داروسازی جهانی. چالش های کامیونداران ایرانی در دور زدن تحریم های اتحادیه اروپا. طرح جنجالی اسکان موقت دیپورتی ها در کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا بررسی می شود. در حمله افراد مسلح در بلوچستان پاکستان 20 معدنچی از جمله 3 شهروند افغانستان کشته شدند. افزایش بی سابقه جرایم مبتنی بر نفرت پراکنی مذهبی در بریتانیا پس از جنگ غزه.
زمین در آستانه فاجعه غیرقابل بازگشت. هشدار جدی در گزارش سالانه اقلیمی. اعدام یک تبعی سعودی به جرم قاچاق مواد مخدر. و صدها مسجد در منطقه بالکان به دلایل سیاسی تخریب یا به کلیسا تبدیل شدند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایا رو نگهدارتون.